تشکر میکنم از حضور 98 درصدی در رایگیری پایان رایگیری تصویب شد با 155 رأی. بله ماده واحده از تاریخ ابلاغ این قانون قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31 5, مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد و باز هم گروه عدالت علی این بار گروه عدالت علی اسنادی رو درباره برنامه ریزی سازمان اطلاعات سپاه برای ممنوع خروجی 37 مدیر میانی دولت روحانی منتشر کرده که 22 نفر از اونا مدیران حوزه نفت و گازن در این اسناد احتمال داده شده افراد یاد شده از کشور فرار کنند و اطلاعات سری فروش نفت ایران و روش های دور زدن تحریم ها رو به خارج از کشور منتقل کنند. این فهرست امسال در قالب یک نامه از طریق معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه برای علی القاسی مهر دادستان تهران ارسال شده. سازمان اطلاعات سپاه در این نامه از مقامهای های خواسته دو نفر از مدیران شرکت نیکو که مستقر در سوئیسه و مسئول اصلی فروش نفت ایران در بازارهای بین با طراحی به داخل کشور بکشونن و ممنول خروج کنند. علاوه بر این مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت متهم به ارتباط چند لایه با شبکه های نفوذ و گروه نایاک شده و خواسته شده با طراحی ممنوع الخروج شه. شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به این نایاک یک گروه فعال در آمریکاست که میگه برای تقویت نقش و تاثیر آمریکایی های ایرانی تبار فعالیت میکنه ولی مخالفان نایاک میگن این گروه لابی جمهوری اسلامیه. عمده اتهامات طرح شده علیه مدیران نفت و گاز ایران شامل مواردی چون داشتن حجم وسیع اطلاعات سری فروش نفت احتمال افشای اطلاعات اخذ رشوه اشراف کامل به اقدامات ضد تحریمی در خصوص فروش نفت در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کشتی های پوششی خریداری شده و لو دادن مذاکرات ایران در حوزه گاز بوده در گزارش سازمان اطلاعات سپاه همچنین به نام جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و پنج مدیر دیگه این شرکت اشاره شده و این افراد متهم به اخس پورسانتو رشوه شدند این هلدینگ که دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاور میانه محسوب میشه بر اساس برخی گزارش ها بیشتر از 23 میلیارد دلار پروژه برای اجرا در اختیار داره هلدینگ خلیج فارس در سالهای اخیر درگیر پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم بوده که قوه قضاییه برای 14 نفر از متهمان این پرونده در مجموع 180 سال زندان و جزای نقدی جداگانه صادر کرده علاوه بر این در فهرست سازمان اطلاعات سپاه اسم 16 مدیر حوزه نفت به چشم میخوره. سازمان اطلاعات سپاه همچنین نوشته با توجه به اینکه برادر سعید موسوی مدیر منابع انسانی شرکت نیکو عضو سازمان منافقینه و خونوادش در اسپانیا اقامت دارند احتمال بروز مشکل وجود داره و باید ممنوع الخروج شه در بخش دیگه ای از این فهرست اسامی شش نفر از مدیران وزارت نیروی ایران اومده که عمدتا متهم به تشکیل باند کارچاق کنی و دریافت رشوه و پرسان شدن و گفته شده عمل کرده اونا موجب بروز اقدامات ضد امنیتی شده. منظور از اقدامات ضد امنیتی اعتراض های مردم در نقاط مختلف ایران به ویژه خوزستان و اصفهان به سیاست های حوزه ای آب دولت کثیف جمهوری اسلامی که به سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و از بین رفتن و زخمی شدن ده ها نفر از معترضان منجر شد. گروه سوم این فهرست هم به مدیران مناطق آزاد مربوط میشه منطقه آزاد کیش بر اساس این گزارش شوهر خانم نجار هم معاون عمرانی منطقه آزاد کیش بوده و متهم شده که در حال فروش برخی از زمینهای منطقه آزاد کیش بوده و از اموال دولتی سوء استفاده کرده این معادله چی ملت میاد هی بریم امتیاز بدیم استقلال رو بدیم اون یه گوشه از پول خودمون رو بذاره مصرف کنیم باید معادله رو به هم بزنیم چرا اینطوری شدی برای که ملت فراموش کردی ملت رو کنار گذاشتی از قدرت ملت استفاده نمی کنی در مناسبات جهانی ملت رو ضعیف کردی ملت رو کنار گذاشتی حالا میری خودتون بدون پشرانه باید امتیاز بدی بعد اینکه ملت متوجه نشه تشدیدش میکنی پنهان میکنی یعنی باز هم ملت رو میذاری کنار. به خدا اگر روز اول میآمدن اون متن برجام رو اونی که واقعی است برای ملت میخوندن این ملت نمیذاش امزا بشه که کشور اسیر بشه آمریکا اومده پاره کردن نقطه دور به اون یه کلمه حرف نمیزنن به ما میگن ولی تو باید رایت کنی آقا قرارداد دو طرف داره یه طرف انداخته تو سطل آشغال میگن اون مهم نیست ولی تو باید رعایت کنی عجب قراردادی اگه این استعماری نیست پس چیه آقا اختلاف شد میشینیم حل میکنیم چجوری حل میکنیم شش نفر مخالف ما اون میشینن شش تا دار رای دارن ما یه رای آقا به اتفاق آرا باید تصویب بشود آقا آقای ترام قرارداد داده زیر پا اب نداره بیا تو این هفت نفر تصمیم بگیریم اگر هفت نفر حرفتو قبول کردیم بسیار خوب اگر این قرارداد استعماری نیست چی اسمش قبل از اینکه جلسه رسما شروع بشه با یکی از بزرگواران ابراز خوشحالی داشتیم از حضور پررنگ خواهران در جلسه که یک حضور هفتاد درصدی تقریبا داشتند و بر اساس همین محاوره محلی حماسی که معمولا درش مثلا یک نوع اقراقهایی وجود داره از حضور خب ما وصف کردیم که اینا میتونن حتی یک کشور را اداره کنن و حضور پررنگی دارن من تا تدبینگر محترمی که در شبکه های مجازی گذاشته کامل صحبت های مرا مر نذاشته انگار انقطاعی درش وجود داره و نگرانی را برای جامعه بزرگ زنانی که ثابت کردن هم در پیروزی انقلاب هم در هشت سال دفاع مقدس نقش کلیدی دارند یک نگرانی ایجاد کرده من در سال 1184 اولین بار پارک هجاب پارک بانوان را برای بانوان در مشهد داشتم عمل یک انسان قوی تر از زبان یک انسان هرچند که به زبان هم ما در ادامه رسمی شدن جلسه کاملا از این حضور و ابتکار عملی که همواره خواهران ما داشتن تشکر کردم و باز هم در مدیریت های استان حتما از حضور بانوان کمک خواهد گرفته شد اگر خدایی نکرده این نحوه بیان باعث رنجش خاطر قشر عظیمی از بانوان شده من شخصا اوزخایی میکنم درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید